درود به میلیون ها سرباز ایرانی و به دیگر جانبازان این سرزمین که در طول قرن های دراز جان خیش را فدا کردند تا ایران را زنده نگاه دارند. هر کسی در این مملکت به یک طریقی در سرنوشت و در خوشی این مملکت شریک است. قدرت من فقط ناشی از قدرت شماست و قدرت شما قدرت یک پارچگی ملت ایران است که امروزه در دنیا مورد احترام قرار گرفته است. میدانید که تا آخرین لحظه حیات از اون چیزی که تا به حال بودم تغییر نخواهم کرد و اگر تا به حال به اینجا با حمایت شما رسیده ایم مسلماً به مرزهای تمدن بزرگ هم خواهیم رسید. دستور برزرگان هر وجب از خاک این مرز بوم قانون دمید با درود به روان پاک دوابرمرد تاریخ ایران و جهان اعلیحضرت جاوید رضا شاه بزرگ بنیانگذار ایران نوین و شاهنشاه آریامهر بزرگ بنیانگذار تمدن نوین، درود بر ملت بزرگ ایران و با درود خدمت جناب آقای مهندس سیاوش گرامی کارگردان عزیز و خستگی ناپذیر ما. عرض کنم بچه های عزیز نقاشیاتون رو امشب توی قول دادم پخش میکنم. یه سری نقاشی های دیگه شما مثلا دیروز میفرستید، دیروز فرستادید یا تا دو روز پیش، اونا دیگه میذاریم واسه هفته بعد، چون نقاشی هایی که تا شنبه به دست من برسه یا حد اکثر یک شنبه اینا رو من میدم جمع جورش میکنم که براتون بیاییم پخش بکنیم، که دیگه اگر از دوشنبه به بعد نقاشی بفرستی اینا میفته برای هفته بعد. به هر حال امشب دو سری نقاشیاتون رو پخش میکنیم، خیلی هم قشنگ، دست همتون هم درد نکنه. یه رو دیگه، یه رو 20 دقیقه دیگه، تا نیم ساعت دیگه پخش میکنم. اما امشب یه برنامه داریم، من با شما همیانان عزیز برنامه دارم که با برنامه های معمولی که شما از من از برنامه میهن پرستان عرض کنم میشناسی تفاوت داره. حالا تفاوتش هم خدمت شما عزیزان عرض میکنه. اجازه بفرمایید که داستان رو من براتون اول توضیح بدم. حدود 3 یا 4 هفته پیش بود، بچه های قدیمی که با هم کار میکردیم، همکاری میکردیم در پلتاک، یکی از همین همرزمای من آقای بابک از سوئد لطف محبت کردن، به حال منو دعوت کردن که بچه های ایران در کلاب هاوس گفتگوی داشته باشیم. البته من یکی دو بار رفته بودم خدمت ایشون و مجددا این همرزم قدیمی من رو دعوت کردن که بیایم با بچه ها گفتگو کنیم. به حال وقتی بود و منم همیشه با خلوص نیت واقعا با شادی میام که با بچه ها صحبت کنم. من همیشه هم گفتم من آماده گفتگو هستم با همین دوستان، هستم به خاطر همین من اومدم که با شما عزیزان گفتگو کنم، که یه از شما عزیزان هم زنگ زدید به ایران آریایی که چه بهتره هر از شنگایی هر دو هفته ای سه هفته یه بار رضا احمدی برنامه تلفنی داشته باشه. باور بفهمید اگه من توی امریکا بودم تو خودم میامدم تو استودیو مثل جناب وطنخواه، من هر دوشنبه حداقل
به شما بگم یک ساعت یک ساعت و نیم برنامه شد، 10 دقیقه رو دوشنبه صحبت میکردم و بعد تلفن ها باز بود، میشستم حرفاتون رو گوش میکردم، حتی چهارشنبه حتی هر بار من میومدم اگر شده باشه حتی نیم ساعت تلفن ها رو باز میشستم، چون بعد گفتگو دو طرفه باشه. من تا این مراتب ما مشکلات داریم، اینجا فقط یک خط تلفن هست، یک واتساپ بیشتر نیستش دیگه، با همین یک خط تلفن جناب سیاوش هم دست تناست، یعنی ایشون داره کار 4-5 نفر با هم میکنه، این ساده نیست. ایشون هم نورپردازه، هم صدا برداره، هم کارگردانه، هم اینکه باید نقش یک تلفنچی منشی رو بازی کنه، جواب تلفن بده، حواسش به برنامه باشه. اینجا همینطوری نیستش که شما دارید میبینید من اومدم و دو تا سیم وصل شده، نه، خب این نور باید تنظیم بشه، صدا باید تنظیم بشه، داستان داره که من اینجا عادی نشستم ولی پشت صحنه ایشون باید همینا رو تنظیم بکنه. به هر حال هر کدوم از عزیزانی که میان یه سری تنظیماتی باید بشه، مثلا نور خونه من 2 تا چراغ، مال همکار عزیز من مثلا 4 تا چراغ، اینا خب که باید همیشه روی میزونی باشه. به هر حال ایشون دست تنها هستن و نمیشه واقعا، این دیگه دور از مروت انسانیته. یعنی من خب من سر جام نشستم، ایشون باید جواب تلفن‌ها رو بدن، حواسشون به برنامه باشه، به صدا باشه و و و. اگه 2-3 نفر اونجا بودن، خب بله من از جناب سیاوش خواهش میکردم هر دوشنبه، موقع مسئله نیست، تلفن هم اونجاست، ما فقط برای وضع کنیم تلفن رو به شما، دیگه کار قرار نیست بکنیم. ولی به هر حال چش ما هماهنگی میکنیم هر موقع که ایشون جناب مهندس سیاوش گرامی چراغ سبز رو ایشون باید بدن، آمادگی داشته باشن، بانو مهناز باشه، یه وضعیتی آماده باشه که من با کمال میل در خدمتون هستم اگر بشه همیشه این کارو بکنم. اما برگردیم به سر جریان کلاب هاوس. به هر حال من رفتم با بچه‌ای که صحبت میکردم، یک بار یک بانوی ایشون هم میکروفون رو گرفتن و شروع کردن به صحبت کردن که صدای ایشون به گوش من آشنا اومد و منم میپرسم که ببخشید من صدای شما برام آشناست، و ایشون ضمن اینکه هم دوستم آقای بابک و خود بانوی گرامی خودشون رو معرفی کردن و بعد من متوجه شدم که بله ایشون همون بانوی هستن، بانوی هنرمندی هستن که من فقط صداشون رو از ایران آریایی شنیدم و سروده هاشون سروده های ملی میانی که میخونن. خیلی خوشحال شدم از این که صداشون رو شنیدم و در همون لحظه به این فکر افتادم که خب من اینو میدونم که حمایتی نمیشه از طرف هیچ کس، به ویژه بخش مشروط خواهان که عادت دارم غر بزنم، یه نوع حسادتیه دیگه، یک حسادت، یک مریضی افتاده در بین مشروط خواهان که تا میبینن یه نفر موفق میشه، یه نفر حالا میاد حالا از راه هنر، از راه نویسندگی، هرچی به جای که کمکش بکنیم دستشی بگیریم، اینا شروع میکنیم انتقادهای علکی، عقده‌های درونی رو میخوایم سرش خالی بکنیم اینا. بعد خب این دور از جوان مردیه، یه انسانی که پا گذاشته جلو، نه پول از کسی میگیره نه خود ایشون. به هر حال شما میخوای یک کلیپ ویدیویی درست کنی، این مستلزم یه مقداری خرجه، همینطوری علکی نیست. خب شعر میخواد، این تنظیم باید بشه، آهنگ میخواد، بعد یه عده نوازنده میخواد، این کلیپ ها باید درست بشه، یه استودیو میخواد، یه داستانی داره، همینطوری نیستش من میکروفون الان من بگیرم ها 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 بزنم زیر آواز، به این سادگی نیست. به هر حال من همونجا که با دوستان صحبت میکردم فکر کردم، گفتم که من پیش قدم بشم، چرا نه، یکی از برنامه ها رو اختصاص میدم با این بانوی محترم گفتگویی بکنیم. و خیلی هم خودم دوست داشتم آشنا بشم اساسا ایشون چجوری به این فکر افتادن، چجوری وارد این عالم ترانه خوانی به صورت سروده خوانی، سروده های میهنی افتادن اینا. و خدمتشون عرض کردم که تمایل به یه گفتگو دارید، فرمودن بله، و خیلی هم مشتاقانه عرض کنم اعلام آماده کردم، منم خیلی خوشحال شدم و به این ترتیب قرارمون بر این شد که سر یه فرصتی که وقتی پیش بیاد من با ایشون تماس بگیرم و گفتگو باشون داشته باشم، که امشب این فرصت به وجود اومده تا من با این بانوی گرامی گفتگو کنم. اما پیش از اینکه گفتگو آغاز کنم، اجازه بفرمایید من اول حرف درد دلای خودم رو با شما عزیزان بزنم و بعد جناب مهندس 2 تا نقاشی های بچه ها رو پخش بکنن و یک ترانه از بانوی محترم، و بعد ایشون رو ما به صورت تصویری البته روی خط بیاریم
و نه مصاحبه، فقط میخوایم با هم درد دل بکنیم، دو هم همراه، دو همرزم، دو هم صدا، دو انسانی که ایشون در امریکا من در اروپا، آواره دنیا شدیم و هر دو همدردیم. هر دو دل اونور ایران تنگ شده، دل اونور ایران میسوزه، هر دو میخوایم پادشاهی به ایران برگرده. به هر حال دو عاشق میهن، میخوایم در با هم گفتگو کنیم و این برنامه رو به صورت زنده برای شما عزیزان پخش کنیم. اما اجازه بفرمایید که من اول از خودمون یه گله‌ای بکنم، از خودمون مشروطه خواها. من هیچ وقت توقع ندارم که کمونیست، کسانی که میگن ما کمونیست ایرانی هستیم، این حرف مزخرفیه، هیچ ایرانی کمونیست نیست. اما اینایی که میگن ما کمونیستیم، توده‌ای هستیم، مصدقی هستیم، تروریست مجاهد هستیم، حالا هر گروه زهرماری که هستن، من هیچ وقت توقع ندارم اینا از هنرمندی به اسم ستار خوششون بیاد. نه تنها خوششون نمیاد، بلکه متنفرم است از هایده عزیز، هایده فقید، از محستی بزرگ، از همیرای عزیز، از استاد اکبر گلپایگانی، از ویگن عزیز، از هنرمندان ملی و مردمی، هنرمندانی که بدون تعارف مشخص کارشونی که مشروطه خواهن. ولی خب مثلا مرجان رو دوست داشتن چون اون به طرف اونا قش کرد، از عماد رام خوششون اومد، تریاکی بود، مشروط خواها تریاکیش رو تامین نکردن. خودش هم گفت هنرمند یه سری نیازهایی داره دیگه، بیچاره به چه زبونی بگه بنده خدا، مجاهدم نبود ولی خب یه نیازهایی داشت که اون نیازاشو برطرف کرد. سازمان تروریستی مجاهدین لباس پاسدارای مجاهدم پوشید و رفت برای مریم و مسعود و اینا هم رفت خوند. و مرضیه که اونم به خاطر دخترش مجبور بود، اونم افتاد تو دام واقعا، حالا دیگه دستشون از دنیا کوتاه شده، نباید به ناحق بگیم، و یه مدت خیلی کمی حالا عده دیگری. خب اینا طبیعتا از یه مثلا کمونیست، از یه آدمی مثل خواننده‌ای به اسم فرهاد خوشش میاد. صحبت بر سر صدا و ترانه و اینا نیست، صحبت بر سر شخصیته. بعد ولی من مشروطه خواه هیچ وقت به طرف فرهاد قش نکردم، هیچ وقت به طرف فریدون فروغی قش نکردم، هیچ وقت از کسانی که مزخرفاتی خوندن و خودشون رو هنرمند سیاسی میدونستن، غرق در اعتیاد بودن، هنوزم هستن و حالا دیگه آخر پیری میان ویدیوهایی رو میدن بیرون که مشخصه دیگه، مشخصه که فهمیدن چه غلطی کردن، در ویدیوهاشون کتاب پاسخ به تاریخ رو نشون میدن، صادق هدایت رو نشون میدن، ولی مصدق هم نشون میدن، بعد دستشون رو میذارن روی کتاب دو قرن سکوت و بعد یه مرتبه یه هنرمند دیگه وسط خیابونا داره آواز میخونه، بعد یه میاد رضا شاه و شاهنشاه رو نشون میده، ولی در طول 43 سال حاضر نشدن حتی یک بار برن به در منزل پادشاه قانونی کشور و بگن اعلیحضرت ما اشتباه کردیم، اومدیم فقط در گوشتون بگیم خیلی ببخشید که اشتباه کردیم، که به قول خودشون هم گفتن که ما سیمپاتی داشتیم به سمت چیزی که بهش میگن انقلاب. خب طبیعتا من به طرف این افراد قش نمی کنم، به طرف اینا نمیرم و تکلیفم روشن کردم. من مشروطه خواه خجالتی نیستم، من سلطنت طلب گیج نیستم، من یه آدمی که تکلیفم روشن کردم و میگم که خدا یکی، شاه یکی، میهن یکی، جاوید شاه پاینده ایران، تنها رای رهایی بازگشت پادشاهی، و خدا رو شکر دارم میبینم که ملت ایران، ملت بزرگ ایران، ملت به گروگان گرفته شده ایران، اینا هم تکلیف خودشون روشن کردن و در طول این 4 سال اخیر هممون شاهد هستیم که بچه‌ها در خیابان‌ها با فریاد رضا شاه روحت شاد، شاهنشاه روحت شاد و رضا رضا پهلوی، این از شعار ملی و چه و چه و چه، ملت هم رأی‌گیری کرد، تکلیف خودش رو روشن کرد. و پس از گذشت این همه سال که علافمون کردن، خطای انحرافی بهمون دادن، چه و چه و چه و چه و چه، سرانجام وضعیت مشخص شد. وضعیت مشخص شده که میان میشینن، حالا جمعه راجع به مسئله افغانستان، مسئله عرض کنم افغانهای مقیم ایران و مردم خود افغان در داخل کشورشون و ملت، راجع به مسئله و دو سه تا اتفاقاتی که داره میفته مجددن در لس آنجلس و جاهای دیگه میام باهاتون گفتگو میکنیم. امشب حالا بحث دیگری است. به هر حال میخوام اینو حضورتون عرض بکنم، ما وقتی اومدیم خارج از کشور، اینو دارم به کسانی میگم که عقده، کینه، حسادت وجودشون رو پر کرده.
من وقتی اومدم خارج از کشور طبیعتا دیگه نمیخواستم زنده یاد ویگن سلطان جاز ایران رو دو اون لباس ببینم. من اون ویگن رو دیگه نمیخواستم ببینم، اون ویگنی که برای ما میگفت چرا نمیرقصی مهتاب و ترانه هایی که میخون، کجاوه و شادوماد و مرابوس و چه و چه و چه. من ویگن رو میخواستم طوری ببینم که در کنار ملتش اومده ایستاده و سینه سپر کرده و همینم شد و زنده یاد سلطان جاز ایران اومد و گفت از من نپرس خونت کجاست تو این همه ویرونه، ای هم قبیله چی بگم، قبیله سرگردونه. و حرفشو زد، چون آدم که حتما نباید اسلحه بگیره بره جنگ مسلحانه بکنه، یکی با قلمش، یکی با صداش، یکی با گفتارش، یکی با هنرش، یکی با نقاشی. هر انسانی که کشورشو دوست داره، میهنشو دوست داره، به یه طریقی میاد تو صحنه و حمایت میکنه از ملتش. ورزشکار باشی، هنرمند باشی، شما وقتی ورزشکار میشی یه ملت میاد تو استادیوم داره تو رو تشویق میکنه، اون ملت از تو توقع داره وقتی کشور زیر رو میشه بیا برای ملتت مثل ناصرخان حجازی، مثل همایون بهزادی بیا برای ملت سینه سپر کنی، نه که مثل علی پروین بری لچک بندازی رو سره. بنابراین من مثلا فرض بفرمایید هایده بزرگ، هایده فقید، این بزرگ بانوی نه ایران، بزرگ بانوی خاورمیانه که یه عده متاسفانه میگن ام کلثوم ایران، نه، ام کلثوم در برابر هایده چیزی نبود. هایده بود خیلی بالاتر از ام کلثوم. اینو بر اساس تعصب نمیگم، حنجرش، صداش، ترانه هاش اصلا عظمتی بود. خب من دیگه نمیخواستم این بانوی بزرگ موسیقی ایران، این بانوی بیبدیل در خارج از کشور همون ترانه ها رو اجرا کنه. چرا؟ اونا رو هم دوست داشتیم، ولی در کنار ملت هم باشه. هایده اومد در کنار ملت شیستا، گفت ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد، وقت است که بازایی. و خیلی کارهای ملی دیگری که هر کدوم از این کارها اثرات خودشو گذاشت. شاگرد تربیت کردن این بزرگان با همون ترانه‌هایی که خوندن، مثل مهستی عزیز در زمان شاهنشاه آریامه کارهای خودشو میکرد، ترانه‌های خودش رو اجرا میکرد، وقتی اومد و ایستاد در کنار ملتش، برای ملتش خوند، برای ملتش فریاد زد. آدم یک کار بسیار زیبایی داشت به نام موج، منم آن موج سرگردان، حالا از خاطرم نیست ترانش، که اومد و ایستاد و با مردم خون و برای مردمش خون، نه فقط اون، چند کار زیبا خون. همیرای عزیز به همین شکل و سایر انسانهایی که شرافتمندانه اومدن و خط خودشون رو مشخص کردن. منم آن موج بی پایان و سرکش که سرگردان هستم، همچین چیزی. مرا دیگر نصیب و قسمتی نیست و چه. و انقدر زیبا این غرور رو تشبیه کرد، این غرور رو برای ما در این ترانه به یادگار گذاشت که نشون داد یه ملتی چجوری مغرور شد ولی متاسفانه همه چی رو ویران کرد. یا ستار عزیز، خب ما ستار رو در ایران با ترانه هاش، با شازده خانومش، با صدای بارونش، با شام آخرش، با بختش، با همه ترانه هاش میشناختیم. اومد ترانه هاش هم خون، نه اینکه نخون، ولی در کنار ملتش ایستاد و برای ملتش خوند و خط خودش رو مشخص کرد. این بزرگان خط خودشون رو مشخص کردن. ای زمین خشک و تشنه که در تو ریشه دارم، ای همه دار و ندارم، از غم تو سوگوارم. خب اومد ایستاد برای مردمش. حتی بعضی از هنرمندانی که نتونستن بیان یا نخواستن بیان، مثل زنده یاد مازیار عزیز، مازیار نخواست بیان، اونم اومده بود الان در بهترین محله لس آنجلس خونه‌اش هم داشت و مثل بعضی و بعضی چیزها رو نمیخون، بعضی چیزها رو هم بیخودکی میخوند، ولی این کارو نکرد، موند. گفت من اگه از بابل دورشم میمیرم. موند ولی حرفشو زد و گفت ترانه به یاد ماندنی، سروده به یاد ماندنی ایران، ایرانو که خون، اگه خاک من از دست بره جایی ندارم، دلم میمیره از قدس دیگه نایی ندارم. و حرفشو زد. استاد اکبر گلپایگانی 15 سال 16 سال اجازه خوندن بهش ندادن، بلبلی که خاورمیانه در برابرش تعظیم میکرد، حنجر طلایی، صداشو خاموش کردن، نذاشتن بخونه تو هیچ محفلی، حق نداشت بخونه. بعد از 15 16 سال اولین کاری که داد بیرون، حرفشو زد، یعنی با ترانش
اتم ترکون، از 100 تا بمب اتم واقعا اتم تر بود، کار خودش کرد و نشون داد که استاد اکبر گلپایگانی در کنار ملتش ایستاده، برای ملتش میخونه و خون، همینطور که در زمان شاهنشاه آریامهر برای ملتش خون، برای مردمش خون، در هر زمینه خون، در اصیل خون، ترانه خون، آواز خون، ولی بعدش هم اومد و برای مردمش خون. بنابراین من هیچ وقت دیگه الان نمیخوام ترانه عاشقانه گوش کنم، من الان نمیخوام ستار بیاد از صدای بارون بگه، از گلنار بگه، بیاد از صید دل بگه، من میخوام ستار الان بیاد بگه گل پونه، دلم از زندگی خونه، یکی از گرد راه اومد خدا رو یاد کرد و عشق رو گردن زد. خب ما باید اینا رو حمایت بکنیم، باید این هنرمندان رو حمایت بکنیم. یه هنرمند چطوری زنده است؟ با حمایت مردم زنده است. اما سرکار بانوی که امشب باشون گفتگو خواهیم کرد، من تا الان نشیدم ایشون ادعایی داشته باشن که من ترانه خانم، من قرار خواننده بشم، قرار فردا برم دبی، پس فردا برم نمیدونم ترکیه، و داره حرف یه ملتی رو میزنه، فریاد یک ملتی رو داره به گوش ایرانی ها میرسونه، نمیگیم به گوش جهانی ها، به گوش همیانانش میرسونه. بالاخره یکی اومد این صد و شکست، مثل سرکار بانو شیفته عزیز اومد کارشو کرد، حالا بر دلیلی خسته شد، انسان یه مدتی میخواد از صحنه دور باشه، و حالا ایشون اومده و نه ادعای میکنه من صدام عالیه، نمیدونم 100% رو نوت میخونم، 100% علم آی اومدم با همه رقابت هنری بکنم، نه، حرف دل یه ملت رو داره تو ترانه‌هاش میزنه. اما درد کجاست؟ درد اونجاست که ایشون ترانه هایی که میخونه، ویدیوهایی که من از ایشون چند تاشو دیدم کامل با دقت، داره عکس رضا شاه بزرگ رو، تصویرهایی از شاهنشاه آریامهر رو، از ایران زمان شاهنشاه رو، تصویر اعلیحضرت پهلوی سوم و اولیاعظم شهبانو رو نشون میدن، دارن از فقر میگن، از مردم میگن، از فلاکت میگن، از بدبختی میگن، از ظلمی که به این مردم رفته. ایشون اومده داره فریاد میزنه، این فریاد رو آهنگینش کرده، همینطور که من با شما صحبت میکنم ایشون هم داره صحبت میکنه، فقط اومده آهنگینش کرده، روش آهنگ گذاشته، تنظیمش کرده، ویدیو گذاشته روش، خب جذابتر بشه، و به این شکل مبارزه میکنه. این کجا این کار اشکال داره؟ ایشون مثلا اومده بگه من میخوام بشم شاماهی، میخوام بشم سلطان جاز، میخوام بشم حنجره طلایی، میخوام بشم چی؟ هیچی، اومدم فقط میخوام اعتراض کنم. خب یکی هم که میاد تو میدون، چرا ما میخوایم بیرونش کنیم؟ چرا میخوایم از میدون بیرونش کنیم؟ حتی به اهتمام این که آقا ما از صدای تو اصلا خوشمون نمیاد، اصلا شما صدا نداری، شما اصلا نوت بلد نیستی، شما اصلا خواننده نیستی، همه اینا به جای خود، اوکی، مگه من باید از همه خواننده ها خوشم بیاد؟ نه، ولی وقتی میبینم برای ملتم، برای میهنم میخونه، حمایتش میکنم. فریدون فرخزاد و من هیچ وقت به اسم زنده یاد دکتر فرخزاد، من هیچ وقت به اسم به شکلی خواننده بهش نگاه نکردم، هیچگاه. چرا؟ به دلیلی که فرخزاد در قالب یک شومن بود، خود ترانه هم میخوند، ناگفته نماند. من جز انسانهایی بودم که شرافتمندانه بگم من از صدای فرخزاد بدم نمیومد، صداشو گوش میکردم، نمیگفتم نه نمیتونم گوش کنم، خودم و من آزار نمیدم، صداشو گوش میکردم، خوشم میومد از تون صداش. ولی با همین شرایط من به عنوان یه خواننده هیچ وقت به ایشون نگاه نکردم. چندین بار به خودشون گفتم ایشونو من یه شومن، و بعدش هم ایشونو من یک مرد مبارز میدونم. من هیچ وقت فریدون فرخزاد در کنار ستار نمیدونستم یا کنار ویگن عزیز، اونا هنرمندن، خوانندن، صدا دارن، ولی مبارزه کرد، ایستاد. چقدر به این مرد اتهام زدید؟ چقدر به این مرد بد بیرا گفتید؟ چقدر این مردو آزار روحیش کردید؟ اومد لس آنجلس کارشو دیگه کشیدین به جایی که داشتین تحویل پلیسش میدادین بازداشتش کنین. چقدر اذیتش کردین؟ چرا ما ایرانی‌ها اینطوری هستیم؟ به جای اینکه آقا ما از کسی هم خوشمون نمیاد، ولی وقتی داره مبارزه میکنه ولش کنیم، بذاریم کارشو بکنه. ما فقط باید گریبان خائنه بگیریم، کسی که داره تحت نام مشروطه خواه، حالا من با این قسمتش کار دارم، اونها دیگه همه خائنه، کسی که میاد میگه پرچم شیر خوشی میذاره بغل دستش، حتی عکس اعلیحضرت میذاره، ادای اینو در میاره که من مشروطه خواهم، من جزو این طیفم، من جزو جریان راست ایرانم، با خائن از کار در میام، بی ادب از کار در میاد، آدم فحاش از کار در میاد، آدم پست و بی شرفی از کار در میاد. طبیعیه باید اون گریبانشو بگیریم، مزدور از کار در میاد.
پرچم یه ملت رو میفروشه، بعد میگه رفتم خونه شاهزاده تو تخمق درست کردن ندادم بخورم. می چقدر انسان باید پست و بی شرف باشه که با این لحن راجع به پادشاه مملکتش صحبت کنن و حالا با کمال بی شرمی و پررویی بغل دست علی تجزیه بیان بشینن و بگن که شاهزاده رو باید بیاریم دور هم بشینیم فقط به این شرط که همه بنویسن که ما نمیخوایم صاحب هیچ مقامی بشیم. اونی که خیال میکنین ما این خودت، حالا جمعه میام به خدمتتون میرسم، فعلا وقت ندارم، اینو فقط گفتم که حواست باشه اخبارو به ما میرسه. بنابراین کل کلام به شما بگم همینان عزیز، اگر ما کسی رو نمیخوایم حمایتش بکنیم تو سرش هم نزنیم. یک نفر که الان اومده شرافتمندانه داره از هم نوع خودش، هم جنس خودش، از زنان ایران داره دفاع میکنه و اتفاقا بیشتر بانوان هم دارن حسادت میکنن، یکی دو تاشون در لس آنجلس هم. از هم نوع خودش، از هم جنس خودش داره دفاع میکنه، داره بر علیه سنگسار، بر علیه شکنجه، بر علیه تجاوز، بر علیه صیغه، بر علیه تمام این چیزهای شرم‌آوری که امروز بر سر بانوی بزرگ ایرانی اومده داره حمایت میکنه، داره در برابر این همه ظلم ایستاده، از خاندان پر افتخار پهلوی میگه، زحمت داره میکشه، هیچ چشم و داشتی هم نداره، دنبال هیچی هم نیست، داره با کار و دسترنج داره کار میکنه، زندگی میکنه، چرا اذیتش میکنی؟ نه، من جزو کسانی هستم که از این به بعد با خودم عهد کردم ببینم انسانی که حالا هنرمند، نقاش، خواننده است، نویسنده، هرچی، بیارمشون و به شما مردم بگم ما داریم یه چنین انسانهایی رو. مردم، میهن پرستان، حمایت کنید، کلیپاشو پخش کنید، حمایتش کنید، نقاشیاشو نگاه کنید، پخش کنید، تئاتر برگزار میکنه، برین تئاتراشو ببینید، کتاب مینویسه، کتاباشو بخرید، حمایت کنید، یاد بگیریم از همرزم به خودمون حمایت بکنیم. فقط نشستیم دو ساعت حرفای رضا احمدی رو گوش میکنیم، از بین دو ساعت یه نقطهشو میکشیم بیرون که چرا رضا احمدی گفته که رفتم سر قبر امیرکبیر تو کاشان. یعنی این رضا احمدی انقدر بیشعور و بیسواده نمیدونه امیرکبیر تو کاشان تو اون قبر نیست. یعنی ببین دنبال چه چیزایی میگردن، بعد اسم خودشون هم میذارن مشروطه خواه با شرف که نیستن. انسانی که شرف داشته باشه دنبال ملا لغتی نمیره، انسانی که شرف داشته باشه کن قضیه رو نگاه میکنه. همون بلایی که بر سر خدایگان آوردیم، چرا شاه اسلحه میخره از آمریکایی‌ها، چرا شاه نفت به آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها میفروشه، چرا شاه همش اینقدر شق و رق و تره تمیز را میره، مثلا شاه باید با زیر شلواری را میرفت، چرا همسرش مثلا اینجوریه، چرا پسرش خلبانی یاد میگیره، مثلا پسرش باید الاغ سواری یاد بگیره. دیگه نمیومدیم بگیم شاه تو کاخ نشسته و داره حق ملت ایران رو از دهان CIA میکشه بیرون. CIA که تا امروز پس از جنگ جهانی دوم بیش از 500 رژیم تو دنیا عوض کرده، بیش از ما 500 کشور تو دنیا نداریم، این 500 رژیم عوض کرده تو دنیا. بعد شاه جلوی همچین سازمان مخوفی ایستاد، سازمانی که همین الان در تا تو خونه من آدم داره. ما ملت بدی هستیم، یعنی یه بخشمون متاسفانه. برحال از جناب مهندس سیاوش خواهش میکنم دوتا نقاشی ها رو پخش بکنن و بعدش هم یک ترانه از هنرمندی که تا همین الان اسمشو نیاوردم، که ترانه رو با هم گوش بکنیم، سروده رو با هم گوش بکنیم و بعد بیایم و آغاز بکنیم گفتگومونو با این بانوی بسیار عزیز و دوست داشتنی که امشب گفتگویی با هم داشته باشیم با شما همینان عزیز. جناب مهندس تمنا میکنم از حضورتون نقاشی بچه ها و بعدم ترانه که خودتون مورد نظرتون هست. Thank you.
امروز تک تک شما باید به این پرسش حیاتی در قلب خود پاسخ دهید که کجای این خطکشی روشن ایستاده اید؟ طرف تاریکی، تباهی، فساد و سرخوردگی؟ یا طرف نور، زندگی، امید، رفاه و آبادانی؟ کدام طرف ایستاده اید؟ طرف جمهوری اسلامی یا طرف ایران؟ برای نجات ایران حاضر به انجام چه کاری هستید؟ از نخبگان و نیروهای سیاسی میپرسم کجا ایستاده اید؟ آیا چیزی جز آزادی و حکومت مردم بر مردم میخواهید؟ آیا راهی جز همکاری همدلانه برای بازپسگیری کشورمان از اهریمن میشناسید؟ امروز روز انتخاب است. شاهزاده توی تنها تنها ناجی ایران، شاهزاده توی تنها امید مردم ایران، شاهزاده توی تنها گوهری بر خاک ایران، شاهزاده توی تنها تنها ناجی ایران. نسل‌های سوخته منتظرت نشستن، همه با آغوش باز به یاد تو نشستن، مردم دل شکسته به امید تو هستن، ای یادگار ایران همه به تو دل بستن. شاهزاده توی تنها امید مردم ایران، شاهزاده توی تنها گوهری بر خاک ایران، شاهزاده توی تنها تنها ناجی ایران. که ما مشروط خواهان و نه از آن روسیه
شاهزاده توی تنها گوهری بر خاک ایران، شاهزاده توی تنها تنها ناجی ایران. جان به تن باشد به پیمان نوین باشیم، شه خود در وطن آریم چو خاطر خواهشانیم. بیا تا جان به تن باشد به پیمان نوین باشیم، شه خود در وطن آریم چو خاطر خواهشانیم. شاهزاده توی تنها امید مردم ایران، شاهزاده توی تنها گوهری بر خاک ایران، شاهزاده توی تنها تنها ناجی ایران. شاهزاده توی تنها امید مردم ایران، شاهزاده توی تنها گوهری بر خاک ایران، شاهزاده توی تنها تنها ناجی ایران. با سپاس از جناب مهندس سیاوش گرامی عزیز و ما سرکار بانو مینا رضوانی عزیز را هم داریم که از طرف خودم و همه میانپرستان خدمت شما سرکار بانو مینا رضوانی گرامی. خیلی ممنون جناب احمدی. منم درود بی پایان دارم خدمت بیننده های شما و شنوندگانتون، به خصوص دوستانی که در اتاق کلاب هاوس ارتش شاهنشاهی دارم، چون میدونم الان اونا شما رو دارن میشنوند، یعنی همیشه برنامه های شما رو زنده نگاه میکنن و چقدر باعث افتخار منه که در برنامه شما گرامی هستم. شمایی که هم در ایران میدونم خیلی هواخواه دارید و فن دارید و هم در خارج از کشور، بی نهایت سپاسگزارم از تلویزیون آریایی، از دعوتشون، از تمام کارکنان این تلویزیون که تنها تلویزیون مردمی هست که قلبش برای مردم ایران میتپه. خیلی سپاسگزارم ازتون. لطف دارید. من از طرف همه بچه های میهن پرست خدمت شما مجدداً درود عرض میکنم. خیلی خیلی ازتون سپاسگزارم. لطف محبت کردید، تشریف آوردید، من خیلی باعث افتخارم با شما گفتگو میکنم. بچه های بابک عزیز و همکارانشون هم در کلاب هاست درود میفرستم که همیشه زحمت میکشه بابک. بله. لطف محبت میکنن که اون شب هم اونجا با هم گفتگو کردیم و قرار شد که با هم یک گفتگویی داشته باشیم. به هر حال خیلی خوشحالم، امیدوارم که همیشه سلامت باشید و بسیار 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 کارهای زیبایی که شما واقعا انجام میدید، چقدر اینا اثرگذار بین بچه‌ها که پخش میشه واقعا. قربونه شما، وظیفه بوده، وظیفه ملی میهنیم بوده که این کار انجام بدم جناب احمدی. اجازه بفرمایید یه گفتگوی، نمیگی مصاحبه، با هم یه درد دلی بکنیم ببینیم اساسا بانو رضوانی چه شد، چطوری شد که شما توی این آشفت بازار، اسمشو چه بذاریم، هنر، شما چنین راهی رو انتخاب کردین؟ چون این خیلی قمار سنگینیه واقعا، قمار بزرگیه، هم آدم با شخصیت خودش این قمار رو بکنه، هم با فکر خودش، با روح و روان خودش. چطور شد واقعا شما اساسا یک چنین راهی رو انتخاب کردین؟ لحظه‌ای که این جرقه زده شد در وجود شما که من بیام و دست به یه همچین کاری بزنم، به چه شکل شد؟ بله جناب احمدی، در واقع وضعیت کشورم، سرزمینم، میهنم که در یک منجلاب فرو رفت، منجلابی که در گوادلوب تصمیم گرفته شد که این کشور واقعا نابود بشه
و واقعا غرورم جریه دار شد و اون عرق ملی میهنی من اجازه نداد به من که من خاموش بنشینم. و به نظر من وظیفه البته هر هنرمندی که این کارو بکنه، چون مردم ما دارن میسوزن، مردم ما در جهنمی به نام ایران دارن زندگی میکنن و من چگونه میتوانستم سکوت کنم؟ و این بود که گفتم خودم شعر می نویسم، آهنگ هم می سازم و خودم هم می خونم. البته خب با موسیقی آشنایی داشتم و تمام دستگاه ها رو یاد گرفته بودم و پیش آقای محمد رضا لطفی، استاد محمد لطفی، یاد گرفته بودم اینها رو. این هست که موسیقی، من همیشه از دبستان، دبیرستان تا جایی که یادمه همیشه موسیقی با من بوده، ولی وضع میهنم که اینطور نابسامان شد، تصمیم گرفتم که از خاندان ایرانساز پهلوی کوتاهی نکنم و بنویسم و بخوانم، چون واقعا ظلم در حق این خاندان و اون کشور شد. یعنی پادشاهی که با اون شکوه و جلال، با اون مهربانی که برای مردمش داشت، یک دفعه به این صورت کشورش رو اینطوری بگیرن و ایشون مجبور بشه که ترک بکنه اون کشور رو و مردم الان اونجوری که میبینیم در واقع به چه آشفتگی افتادن. خیلی زجر بود. ببخشید من یه وقت صدای تلفن میاد بتونم اون رو قطع کنم. من در محل کارم هستم. برای همینم اصلا من اینجا پرچمی، عکسی، چیزی پشتم متاسفانه نیست، در منزلم کره این چیزا، ولی چون محل کار هستم متاسفانه این چیزام دور و برم نیست. ببخشید صدای تلفنم میاد، عذر میخوام. نه راحت باشه برخا، چون سر محل کارتون اتفاقا خوب شد توضیح هم دادین، چون میدونید دیگه ما میهن پرستان زیر دوربینیم، یعنی چپ میدیم میگن آقا اینا چرا چپ رفتن، راست میدیم راست رفتن، آقا دیدین پرچم نذاشتن، آقا دیدین برخا. نه ولی ما کار خودمون رو میکنیم دیگه، کار از این حرفا بانو رضوانی از گذشته که دیگه چرا اینجوری گفتی چرا اونجوری، اصلا کار از این حرفا گذشته. به هر حال پس به این شکل شما به عبارتی وارد خواندن شدید و به احساس مسئولیت کردید که باید یه کاری کرد، باید آمد به میدان و حالا یکی با قلمش، یکی با صدا و من از این طریق به این شکل میتونم بیام، یعنی بتونم صدای مردمم باشم. بله دقیقا. حالا من میخواستم از شما به عنوان یک هنرمندی که وارد این بخش از هنر شدید بپرسم، به نظر شما خب در این شرایط وظیفه یک هنرمند، حالا این هنرمند کجا قرار گرفته، چون ما همه نمیخوایم بشیم سوپر استار و به هر حال هر کسی در جایگاه خودشه، افراد خودش داره، طرفداران خودش، ولی در نهایت انسانی که وارد عالم هنر میشه، حالا صرفا نه موسیقی، به هر حال به عنوان شخصی که وارد عالم هنر میشه، وظیفه یک هنرمند واقعا چیه؟ وظیفه یک هنرمند در این شرایط، خیلی جناب احمدی بسیار وظیفه سنگینی داره یه هنرمند. من نمیگم اسلحه به دوش بگیره، ولی همونطور که زنده یاد فریدون فرخزاد گفت و آروم ننشست و تا پایان زندگیش که دیدین جانش رو هم در اون راه داد، ساکت ننشست، نوشت، گفت، رفت صحبت کرد، رو هر صحنه‌ای که ظاهر میشد فریدون فرخزاد دیدین که صحبت میکرد، از آزادی میهنش، از اینکه میهنش به چه تله‌ای افتاده، این سرزمین دچار چه گرفتاری شده. به نظر من بقیه هنرمندان و دو البته عده‌شون انجام میدن این کار رو، این مسئولیت رو داریم، آقای ستار هستن، آقای برجسته مرتضی هستن، آقای شاهرخ، خانم شیفته، یه سری دیگه از بزرگواران هستن که این کار رو انجام میدن، وظیفه ملی میهنی هنرمندیه، ولی خب یه عده میبینیم که خاموشن. متاسفم که اینو میگم، ولی باید هنرمند اگر تئاتر بلده، بازیگری بلده، این رو باید بازی کنه، اگر نقاش به تصویر در بیاره، اگر میخونه در موسیقی بنویسه، اجرا کنه، حتی اگه نمیتونه شعرش رو هم بگه براش کار بکنن، ساخته بشه و بخونه. من خودم حالا این گرفتاری رو ندارم، یه مقداری هم پول سیف و اینجوری در واقع میکنم که خودم کارامو انجام میدم، تمام کارامو از الف تا یه همه رو خودم مینویسم، بعضی وقتا تنظیم میکنم و آهنگسازی می
میکنم و اجرا میکنم برای مردمم، مردم سرزمین من که گرفتارن و به نظر من گروگان گرفته شدن در اون قلعه، در قلعه به نام ایران. بله. به عبارت یعنی شما اشعار کارهای خودتون رو خودتون مینویسید، ترانه ها رو به عبارت خودتون تنظیم میکنید خودتون. بله. کار بله. خیلی سختیه، یعنی یک هنر بزرگیه، کار بسیار بسیار سختی هم ازشون. بله. ما یه شعری رو اگر به طور مثال عرض میکنم، خودتون بهتر میدونید، شعری رو از یک شاعری از ترانه سرای میگیرید، تحویل یک آهنگساز میدید، شما فقط تکلیفتون این هستش که اینو بخونید، اجراش کنید، ولی خودتون بخواید تو اون احساس، تو اون قالب برید که این شعر رو بنویسید و بعد ترانه بذارید و بعد اینو تنظیمشون، که اصل قضیهش همون جریان تنظیم کردنش. همکاران شما بچه‌ای که به هر حال باهاتون همکاری میکنن؟ بله، بچه‌هایی که همکاری میکنن باورتون نمیشه جناب احمدی که همه دادخواه هستن یه جوری، و یکیشون مادرشو کشتن جلوش، خود همین جمهوری ایرانی اسلامی. این یکی دیگرشون برادرشو با شکنجه در زندان کشتن که پادشاهی، فقط به خاطر اینکه پادشاهی قاق بوده. اینا هر کدوم که با من همکاری میکنن ضربه خوردن، برای همینم همیشه بهشون میگم اون سازی که میزنید معلوم از ته دلتون دارین اینو اجرا میکنین، یعنی واقعا چرا اگر کسی دینش فرض کنیم یه چیز دیگه است باید کشته میشده؟ این اصلا عادلانه نبوده، چیزی که بر سر مردم اومده، بلایی که سر مردم اومده، داغهایی که به دل یکیه که مردم ما گذاشتن، کمبودهایی که هست، حالا اصلا فقر رو که دیگه صحبتشو نمیشه کرد، دیگه اصلا به گوش همه جهانیانم هم رسیده تمام این دردها، ولی نمیدونم چرا جهانم خاموش مونده در مقابل این همه ظلمی که داره در اونجا میره. و نوازنده ها همیشه همکاری میکنن با دل و جون، به محضی که آهنگ ترانه آماده میشه تمرین ها رو شروع میکنن و بعدم میان برای ریکوردینگ و ضبط و تا اینکه این در واقع به وجود بیاد و به گوش مردم هم برسه. به عبارتی که ما با خیال راحت میشینیم یه کاری از شما نگاه میکنیم 3-4 دقیقه 5 دقیقه، ولی این کلی روش کار شده، دیدگاه هایی که تنظیم شده. بله خیلی کاره. بله. دیگاهی که تنظیم میشه، اکسا اینا باید به عبارتی تو آشون. بله همین ویدوهایی که درست میشه خب باید کپی رایت باشه، هر صحنهش هر چیزیش اینا همه حساب داره. بله. که در واقع دوچار مشکل آدم نشه. راه طولانیه ولی به نظر من باید انجام بشه، باید انجام بشه و من اینو مسئولیت خودم میدونم جناب احمدی، باید برای رهایی مردمم قدم بر. یعنی هر کدوم از ما به سمت خودمون باید این کار رو انجام بدیم. بله. شما گرامی میدونم چقدر زحمت میکشید، تشریف میارید جلوی دوربین، با دل مردم صحبت میکنید، از دردهاشون میگین، راهنمایی میکنید، روشنگری میکنید، و من ندیدم واقعا تلویزیون آریایی اصلا تنها تلویزیونی بود که کارای منو حمایت کرد جناب احمدی. یعنی من خیلی از اینجا سپاسگزاری میکنم از مدیریت تلویزیون، جناب آریان وطنخواه، مهناز خانم، جناب سیاوش گرامی، کارگردان برنامه ها، خود شما و و و بقیه که برنامه دارین در این تلویزیون. بسیار بسیار من سپاسگزارم از همتون. خب طبیعتاً هم تلویزیون دیگه نباید کار شما رو پخش بکنن، چون اگه بخون کار شما رو پخش بکنن بعد ختمهشون مشخص میشه. به خاطر همین کار شما اساساً، شما هم صداتون هم اسمتون هم چهرهتون شما ممنوعی، منتها این ورود ممنوع در ایران آریایی وجود نداره. دقیقاً آریایی متعلق به همه خانه میهن پرستان، یعنی تنها جایی بود که کارای منو بدون هیچ گونه چشم داشتی پخش کردن، بدون اصلا تا کار من فرستاده شد آنی دیدم از تلویزیون پخش کردم. خیلی سپاسگزارم ازشون. خیلی به هر حال، نه ما هم از شما سپاسگزاریم، شما هم به هر حال زحمت، این کار ساده ای نیست، کسانی که دستن در کار باشن میدونن. خب شعر، ترانه، این تنظیم، آهنگ، اون ویدیو، این خیلی داستان داره که بعد تازه شما بخواید اینو اجراش بکنید. بله. این شست رفته بیا تحویل ما داده بشه، خیلی مراحل رو باید طی کنه، خیلی داستان داره، اونم تو این شرایط. خب
بعد شما چیز به اصطلاح کمک مالی ندارید، باید با قدرت مالی خودتون همین الان نمونه شما از محل کارتون دارید با ما صحبت میکنید. بله بله، شما زمینه که دارید کار میکنید در کنارش دارید مبارزه میکنید، دارید فعالیت داری میکنید. بله، و اگر بیشک و تردید شما سعی میکردید که راه خودتون رو عوض بکنید و به راه دیگری برید، الان حتما بلیت دبی و استانبول و ترکیه و هم تو جیبتون بود و بله بیشک و تردید تمام تلویزیون ها الان شما رو تبلیغ میکردن، تشویق میکردن، چه بسا که از شما وقت اینو نداشتید با کسی 5 دقیقه صحبت بکنید و باید از این هواپیما با ازتون میخواستم بپرسم بانو رضوانی، وقتی که شما یک در اون، چون باید انسان توی حالی توی یک روحیه قرار بگیره که بتونه یک شعری رو بگه، یک سوری رو بگه، و این تب میخواد، این یک احساس میخواد، هر این احساس متعلق به هر انسانی نیست، انسان ها احساس دارن ولی بیان این احساسات، پیاده کردن این احساسات روی کاغذ، خب این یک طبع دیگه، طبع خاصی میخواد. شما وقتی که شعر رو میگید به عبارت این سروده رو میسرایید، اون وقت چگونه این اسم رو براش انتخاب میکنید؟ میگید من اسم این کار چی بذارم؟ بله، درسته. موضوع خیلی جالبی اشاره کردین جناب احمدی. ببینید، من اولا کتاب زیاد میخونم، تاریخ ایران رو در واقع مطالعه کردم، چه سلسله های اومدن، این پادشاهانی که اومدن، کارهایی که انجام شد، اینها. من یه روز نشسته بودم، واقعا این که براتون میگم اتفاق افتاد، مادرم داشتن از خدا رحمت کنه همه رفتگان شما را، هم ایشون هم دیگه در دنیا نیستن، ولی برای من تعریف کرد که رضا شاه بزرگ وقتی ایران رو ترک کردن و نبودن دیگه، این کشور پادشاه نداشت، پدر بزرگ من خیلی علاقمند به رضا شاه بزرگ بودن، گریه می کرده با همون پیریش در ایوان منزل را می رفته و یه عصایی هم داشته، می زده عصا رو به زمین و می گفت ای شاه ایران برگرد به ایران. اینو مثلا مادرم برای من داستان تعریف کرد، گفت این تو ذهن من بود. و وقتی که ترانه اولم بازگشت رو نوشتم، درست روی همین داستان که از مادر شنیدم شروع کردم نوشتن که ای شاه ایران برگرد به ایران بازگشت، و اون دو خطی که همیشه از پدر بزرگم میگفت در این شعر آوردم و تکمیلش کردم، و این اولین کاری بود که به تلویزیون آریاییم فرستادم و بعد دیدم که گفتن چقدر شنوندهایی که شنیدن مورد علاقه براشون بوده و خیلی دوست داشتن این شعر و آهنگو، و تشویق شدم دیگه هم طور که در ذهن من بود که باید از این خاندان گفته بشه، از کارهایی که در ایران شده باید گفته بشه، از ظلمی که روا شد به اون کشور و به این خاندان باید بنویسم و بخوانم. یعنی خودم رو مسئول دیدم که باید این کار رو، به خودم گفتم مینا این کار رو باید انجام بدی، و دیگه رفتم دنبالش. این ترانه به خصوص مثلا اینجوری بود، یا مثلا شیرزنان سرزمینم وقتی سوخت برای بلوچ رو کشتن و به رگبار بستن، اون مسئله در اونجا به وجود اومد، اونو یه مقدارم آهنگ تم بلوچی داره برای اونا ساختم. همینطور برای شاهزاده امید که فکر کنم اولین ترانه بود که خود جناب عالی فکر کنم شنیدید، شاهزاده امید. بله. اینم مثلا اونقدر ویو گرفت در یوتیوب، به محضی که رفت کار روی کار و اینقدر بیننده داشت که خودم پیش خودم گفتم بیا این خودش یه رفراندوم مردم ایران، ببینین چجور برای شاهزاده گرامی سر و دست میشکنن و چجور ایشونو میخوان. این ترانه فقط همین بود که امید دلها مثلا برگرد به ایران، شاهزاده امید و امید مردم شما هستین. این شعر در واقع اینو میگفت که شما دیدید که چقدر واقعا مورد علاقه مردم قرار بله. گرفت و چقدر استقبال کردن از این ترانه. همینطور کارهای دیگه هم، یا یه روز نشسته بودم در گرامی داشت پدر، روز پدر بود، دلم واقعا برای شاهنشاه تنگ شده بود که شاهنشاه آریامهر
و نشستم شعری برایشون نوشتم در گرامی داشته پدر که اونو اجرا کردم برای روز پدرم، فکر میکنم پخش شد از همین تلویزیون خود شما، تلویزیون آریایی. شهاب بخش مارا که دیگه اصلا ماجراش این بود که نوید افکاری که کشته شد و ندا آقا سلطان به زمین افتاد، ریحانه جباری به دار آویخته شد، پویا بختیاری اونجور شد، این بچه هایی که بیگناه سرشون یا بالای دار رفت یا اینکه تیراندازی شد بهشون، جانشون رو از دست دادن، بر کف خیابان ها خون اونها نقش بست. تمام اینها باعث شد که من در واقع اون شاه به بخش مارا رو، یعنی اون عمق درد مردم رو که وقتی دیدم گفتم در یک کلمه شاه به بخش مارا، که این همه تاوان این بدبختی که سر ما اومده در نبود تو در خاک میان، این رو باید بنویسم و شاه به بخش مارا خلق شد. یا مثلا چیزای دیگه که ساختم، آهنگای دیگه مثل همین پاینده باد ایران که اون رو هم در فکری بودم که این کشور با این شکوه و عظمت، با این تاریخ و پیشینه چندین و چند هزار ساله، چرا باید دچار چنین طوفانی بشه، دچار چنین حادثه بسیار بدی بشه و افرادی که لیاقت اون کشور رو ندارن بیان الان اونجا بنشینن، به مردم من، مردمی که بسیار کرامت انسانی دارن، مردمی که بسیار بیشتر از اینا حقشون بود اینا بخوان به اونا حکومت کنن، اونا به این شکل که اونها رو خورد کنن، که اونها رو بکشن، به اونها زور بگن، حتی بگن لباس چی باید بپوشید. خب اینا خیلی خیلی برای من ثقیل بود، برای همین تمام اینا هر کدوم از کارا میگم داستانی داره که باید این چیزاشو بذاختن. بسیار عالی، یعنی به عبارتی شما با هر تلنگری که به روحیتون میخوره و صحنه هایی که میبینید، کشتن جوونا، سنگسار زنا و شکنجه ها و فقر، در همون لحظه یک چیزی، یک شکوفه ای تو وجود شما زده میشه که تو این قسمت باید میتونم روش کار کنم، میتونم حرفمو بزنم، میتونم سخت واقعا انسانی که احساسات بخواد این کلمات رو کاغذ پیاده بکنه بسیار کار سخته، خیلی سخته، چون میگم این یه طبع خاصی میخواد. در اشعارم میبینید تمام اون لحظه ها، تمام اون احساساتی که اومده به من، اونا رو تمام در شعر آوردم. بفرمایید که اون وقت کارهایی که شما درست میکنید با این همه زحماتی که واقعا پشت این هر کار خوابیده، شما اینا رو به صورت سی دی هم منتقل میکنید یا نه فقط میاد روی چیز؟ روی سی دی رو باورتون میشه بچهای خود ایران انجام میدن، یعنی آفره. اونقدر این کارا رو دوست دارن، من میبینم خودشون کلیپ ساختن روی ترانه های من، سیدی کردن، بعد خبرش رو هم به من میدن، مثلا توی اینستا یا توی فیسبوک اینا میبینم پخش میکنن، میگذارن این کارا رو و واقعا مورد علاقه شونه این کارا رو میکنم. خیلی از اینجا سپاسگزاری میکنم از این همه علاقه و شوقی که نشون میدن رو کارای من. بله، چون تعدادی از بچه ها برای من در طول چند ماه اخیر عرض کنم که کارهای شما از ایران آریایی پخش شد، برای من می نوشتن که ما سی دی ها رو میتونیم کجا تهیه کنیم، منم حقیقت می نوشتم نمیدونم، من خودم دارم این صدا میگردم نمیدونم، ولی به خاطر همین ازتون پرسیدم. حضورتون عرض کنم که در این آشفت بازاری که الان اسم شما، نمیدونم، من حقیقتش نمیخوام بگم آشفت بازار هنری، چون اصلا این چیزی به نام هنر از نظر من در خارج از کشور وجود نداره، یه عده خاصی بودن مثل زنده یادان هایده مهستی و یکی دو بزرگ دیگری دیگه، در نهایت همه شد مطربی و شد پول جمع کردن و شد آوازخوانی و بشکن زدن و به این خلاصه شد. شما خودتون وضعیت الان جامعه ای رو، حالا اسمشو بسیاریم جامعه هنری، در داخل و خارج شما چگونه، به چه شکل دارید میبینید؟ تفاوتهایی که با در زمان گذشته بوده در زمان شما؟ بله، بسیار تفاوت جناب احمدی، تفاوت بسیاره، به خاطر اینکه خب اونجا خفقان و سانسور زیاده،
بچه های هنرمند زیادن داخل ایران ولی نمیذارن شکوفا بشن، شکفته بشن. من شنیدم شعری که میخوان بگن باید بره چند جا سانسور بشه، وزارت ارشاد بره اینجا بره اونجا بره تا این بچه ها بتونن یه کاری رو انجام بدن. یه دستن که خب زیرزمینی کار میکنن میگن اونجا و اونا باز دست و پاشون بسته است، محدود هستن از نظر اینکه کار رو بیرون بدن و بتونه کار پخش بشه. این هست که میدونم خیلی خیلی اونجا دارن در واقع دست و پنجه نرم میکنن با خفقانی که دارن و آزادی که ندارن، ولی در بیرون از ایران خب ببینید اینجا آزادی هست. میتونه مثلا یه هنرمند میره روی صحنه یه دونم آهنگ و ترانه تقدیم مردم اسیر اون منطقه اون سرزمین بکنه، لااقل گفتگو بکنه، حالا ترانهش هم نمیخونه بتونه از اون درد اونها یاد بکنه. ولی میبینیم میان روی صحنه کلی هم پول بلیطای کنسرتاشون هست، کنسرت هم انجام میدن و خب برمیگردن بدون اینکه پیام آوره درد مردم باشن، بدون اینکه از مردم یاد کنن، بدون اینکه با مردم صحبت کنن بگن ما هم در درد شما لااقل سهیم هستیم. این درست نیست، این اصلا درست نیست. باید یه چرخشی این هنرمندا به کار خودشون و تفکرات خودشون بدن. همه چیز پول نیست، باور کنن همه چیز پول نیست. ما الان واقعا باید فکر رهایی و آزادی خواهی برای مردممون و خاکمون و کشورمون باشه. به عبارتی با تمام مشکلاتی که در داخل کشور از همه ما مطلع هستیم، بچه ها دارن زیرزمینی کار میکنن واقعا، هر لحظه بریزن اینا رو بگیرن، اونم با اون وضعیت بگیرنشون انگار که مثلا از هر کدومشون یک کیلو مواد مخدر گرفتن، بعد برای سرشون میارن. بعد خب شعر و ترانه و تنظیم و برای خودتون میدونید دیگه تا بار تمیز بیاد بیرون، فقط با این تفاوت که شما آزادانه تو منزلتون تو استودیو جایی که با بچه ها کار میکنید آزادانه کارتون داری انجام میدین بر اساس قوانین، ولی اون بچه ها اون امکاناتو ندارن. با همه این شرایط من بعضی موقع کارهایی که از داخل کشور برای من میفرستن منم گوش میکنم، حالا از جنبه های فاصله های سنی که بگذاریم، ولی به کارهاشون که من نگاه میکنم میبینم خب کارهای قشنگی با بدون هیچ امکاناتی با تمام اون بحشت با این خفقانی که هست. بله. و با وجود اینکه در خارج از کشور کاملا آزادی هست، شما دیگه کسی نیست مثل قدیم میگفتن ساواک نمیذاره ما اینو بخونیم، ساواک نمیذاره ما اونو بخونیم، راحت هرچی دلشون بخواد میتونن بخونن. ولی متاسفانه گویا اینا فقط میخواستن در داخل کشور هر چی دلشون میخواست بخونن در زمان شاهنشاه، الان دیگه نمیخوان، الان همه اومدن خارج از کشور و فقط عشقی میخونن و دیگه راجب گل و بهار و زمستون و دیگه خبری از ایران و زندان و شکنجه و دیگه خبری از اون داستان ها نیست و شده فقط یک وضعیتی که پول جمع کردن و سر سن بیان یه 2 ساعت 3 ساعت 4-5 تا آهنگای قدیمشون و 4-5 تا جدید اگه خونده باشن که خوندن. بله. و اینا هم که به هر حال در خارج از کشور اومدن شدن خواننده، خب اینا که هیچ چیزی اشعاری که اصلا معلومی از کجا آوردن، در حال فقط هدف این هستش که یه چیزی بخونن و پولی جمع کنن تا یه مدتی هم که رو پول هستن رو قیمت هستن انجام وظیفه بکنن و بعدم میبینیم که محو میشن، یعنی شما دیگه اینا رو نمیبینی که مثلا تا دیروزی همچین خانومی همچین آقایی تشریف داشتن، اما دیگه این خانوم آقایون تشریف ندارن و پولا رو برداشتن بردن. برگردیم به اوضاع ایران سرکار بانو، حالا یه مقداری از جنبه های هنری بیرون بیایم. شما اگه همین الان بخواید یه انشا راجع به همین امشب ایران بنویسید چه انشایی بنویسید؟ چگونه ترسیم میکنید اوضاع ایران رو؟ بله، اوضاع ایران میتونم بگم که یک کشوری شده، یعنی اینا از اون یک کشور اینجوری ساختن که دلال، یه اقتصاد دلال اونجا هست، یه پمپ بنزین درست کردن، سپاه پاسداران هم گذاشتن که این نفت و بنزین رو بفروشه، پولش هم میدن به آقازاده ها تو جیب خودشون، از مردم بیخبرن و نمیدونن اصلا در این کشور مردمی زندگی میکنه. در ضمن اون چه که من اگر بنویسم در این انشا مینویسم که جمهوری اسلامی میخواد ایران رو خالی از سکنه بکنه و نسل کشی بکنه و اونجا رو فقط یه دونه پمپ بنزین بذارن برای کشورهای دیگه و برای اونایی که
نظرشون همین بود برای اون خاک و ایرانی رو هم یک ذره ارزش براش قائل نیستم. این انشایی میشه که من مینویسم. خیلی خلاصه خدمتون گفتم، ولی واقعا این فکر منه. متاسفم، واقعا متاسفم برای مردمم که کجا گیر کردن. گیر کردن مردم ما به یه بن‌بست رسیدن، چون ببینید حمایت بین المللی که گوشا و چشما رو بستن، انگار نه انگار که اونجا چه اتفاقی داره میفته، چه ظلمی، چه شکنجه، چه کشتاری، چه فقری، چه بدبختی. از این طرف هم میاییم میبینیم که دست و پای خود مردم هم خود حکومت بسته. اینا رو که از ملت به امت تبدیل کردن که بماند جناب احمدی، این امتی رو هم که درست کردن براشون بدبختی و فقر رو بردن. یک دونه قدم مثبت برای مردم ما جمهوری اسلامی بر نداشته متاسفانه. این مردم همون که گفتم اونجا به گروگان گرفتنشون، در قلعه ای و زندانی بزرگ به نام ایران درست کردن، واقعا در قلعه و زندان بزرگی به نام ایران. به نظر شما بانو رضوانی، با این دیدی که شما و طبیعتا همه انسانهای دلسوز نسبت به کشورشون دارن، چه باید بکنیم به نظر شما؟ خب شما کار خودتون رو دارید انجام میدید در این قسمت، یعنی به این شکل وارد میدان شدید، چه باید بکنیم؟ خب مردم در ایران باید شاهزاده رضا پهلوی رو حمایت بکنیم. به چه شکل حمایت بکنیم؟ ببینید دستای زیادی همطور که خود شما همیشه دیدم بارها به درستی بهش اشاره میکنید، دستایی هست که ایشون رو منزوی کنن، دستهایی هست که ایشون رو هیچ بگن اصلا نامشو نیارین، دستهایی هست که بخوان ایشون اصلا فعالیتی حتی نکنه. دیدین ما آشغالایی که شما اسمشون رو میبرین، منم میدونم نمیخوام نام ببرم، هستن همه جوره برامون درست کردن، موازی ساز، نمیدونم تفرقه افکن، حتی یه عده اومدن به نام اپوزیسیون با نام جاوید شاه همطور که خودتون میدونین، ولی مأموریت دارن که میکروفون رو به آدم تفرقه انداز بدن یا تریبون به آدم تفرقه انداز بدن. زندگیشون هم شده یه اتاق زوم با یه لپتاپ، این فعالیت سیاسیشونه. واقعا شرم بر ما، شرم بر ما که 43 ساله اینو به عنوان اپوزیسیون خارج از کشور اینجور بخوان فعالیت بکنن و فقط در تخته یکدیگر برمیان، فقط در جهت کوبیدن یکدیگر برمیآیند، در جهت تهمت. اون ادبیاتی که شما فکر کن پهلویز داره، یارو میگه جاوید شاه، ولی انقدر بی تربیت و بی ادبه که شما اصلا لنگش رو پیدا نمیکنید جای دیگه. جناب احمدی، آیا این بود روشی که باید برای دفاع از اون میهن و مملکت پیش گرفته بشه؟ این بود، این به نظر من تنها راه نجات اون کشور باز هم شاهزاده رضا پهلوی، رضا شاه دوم از نظر من هست و هیچ راه حل دیگه ای نیست. ایشون به عنوان یه فرد رد پادار، به عنوان یه فرد هوشمند که این همه زبان میدونه، خلبان جت جنگنده است. شما یه رهبر رو در کشور دیگه ای به من معرفی بفرمایید که داره یه همچین خصیصه هایی باشه جناب احمدی، نداری. ایشون واقعا همین یه نفره، همین یه نفر رهبران جهان الان همشون دوز تشریف دارن بعد از پایان ریاست جمهوریشون یا نخست وزیرشون مشخصه دیگه. ولی این فرد با اون مهربونی، با اون منر، با اون منش، با اون پیشینه، با اون خانواده، در اون لبل و اون درایت و هوشی که ایشون دارن، شما ببینید هر وقت میان صحبت میکنن، نطق میکنن، جناب احمدی یه دفعه من نگاه میکنم میبینم آه 1,000,000 مردم ایران رفتن اینو نگاه کردن. خب این خودش به نظر من یه رفراندومه. مردم چجوری بگن ما ایشونو میخوام، مردم با چه زبانی صحبت کنن بگن ما شاهزادمونو میخوایم برگرده.
اونم که نمیخواد پادشاهی بکنه، ایشون میخواد برگرده حواسش به اون ملت و مملکت باشه. خب حالا مجلس رو هم بذارید پارلمانی کنید، هر کاری میکنید، ولی آیا مگه نروژ بده، بلژیک بده، ژاپن بده، اسپانیا بده، خود انگلیسش مگه بده؟ مگه اینا همه با روش پادشاهی دارن اداره میشن؟ مگه اشکالی در این کشور ها هست؟ سوئدش هم اینجور، اینا به بهترین نحو با خیلی آزادی و آزادی خواهی و دموکراسی دارن اداره میشن. چرا برای کشور ما نه؟ چرا فقط ایران و اینا روش فوکوس کردن که نه، نباید پادشاهی باشه؟ این همه کشور دیگه داره با روش پادشاهی داره اداره میشه به بهترین نه، مردمم با رفاه دارن در اون کشورها زندگی میکنن. جناب احمدی، بله هدف همین بود دیگه، میبرن از اون کشورها، نمیگن در دانمارک و نروژ و سوئد و اینا چه میگذره، ژاپن همینطور، انگلیسش همینجور، که یه مقدار زیاد باعث عامل بدبختی ما هم همین انگلیس شده که صداش هم در نمیاد. ولی مثلا بی بی سی نگاه میکنید یه دفعه روز میگن قتل همشون مشکی میپوشن، باورتون میشه؟ بله همه هنگن یه دفعه بیان بگن روز نمیتونم قتل همه مشکی میپوشن، وای 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 وای، اصلا سرم درد میکنه. بله من خاطرم هست برای مرگ رفسنجانی چند تن از این خانوماشون عرض کنم، نه مشکی ولی خب عزادار بودن، ناراحت بودن از اینکه اصلا در مغز نمی گنجه، یعنی نمیشه فکرشو کرد. بله بله عرض کنم حضورتون، به نظر شما چه باید بکنن مردم در داخل کشور به خاطر اینکه خودشونو نجات بدن؟ حالا از دید ما نمیخوایم نسخه بگیریم، میخوایم نظرمون رو بگیریم. بله به نظر من ببینین، مردم خب درسته سرشون زیر تیغه، این کاملا مشخصه، حتی صداشون در بیاد، ولی به نظر من باید به خصوص جوانای ما، به خصوص جوانا باید که اون شبکه های در واقع فعالیتی رو درست بکنن، با هم مرتبط بمونن، تو هر محله یه سری شبکه درست بکنن، یه اتحادیه درست بکنن، با هم دیگه اینها در تماس باشن، کاراشونو با هم دیگه یک شکل بکنن، فرم بدن و در واقع تشکلاتی رو درست بکنن سازماندهی شده و بتونن با هم دیگه عملیاتی رو انجام بدن، کارایی رو انجام بدن، تظاهراتی رو انجام بدن. و ما هم که در بیرون هستیم هر جوری که بتونیم داریم کار میکنیم و میخوایم پادشاهمون رو حتما به اون خاک برگردونیم. یعنی هدف خود من لااقل یکی این هست که حتما باید پادشاه ما و خانوادش پاش به اون خاک برسه. نمیشه دنیا برای ما تصمیم بگیره بگه چی برای ایران باید باشه. خود مردم ایران، ما باید به قول شاهزاده خودمون برای اولین بار تصمیم بگیریم خودمون برای خودمون یه کاری رو انجام بدیم. دنیا اصلا دلش برای ما نسوخته که هیچی، اونجا همین که گفتم یه دونه پمپ بنزین بشه که اونا بتونن شیره و شربت اون کشور رو بگیرن و برای خودشون و مردم خودشون استفاده کنن، دلشون به حال ایران و ایرانی که نسوخته. جناب احمدی بیشک عرض کنم حضور شما. خب حالا برگردیم به حیطه هنری، شما به این وارد این کار هنری که شدید و این کار به اصطلاح زیبا رو دارید انجام میدید، سروده هایی که انجام میدید، از نظر خودتون، یعنی اگر خودتون بخواید، به هر حال هر انسانی یه تو ضمیر ناخودآگاه خودش به خودش یه نمره هایی میده در گوش خودش، که چون انسان هر کسی رو بخواد گول بزنه خودش نمیتونه گول بزنه، پیش خودش میگه نه کارم خوب بوده، نه کارم زیاد جالب نبوده، نه کارم اصلا خوب نبوده، نه کارم خیلی عالی بوده. شما خودتون تصور میکنید که این زحماتی که کشیدید چه نمره به خودتون میدین، چه اثری به جامعه؟ بله من خودم راضی هستم به خودتون انجام میدم، نه نمره به خودم نمیخوام بدم، ولی خودم راضی هستم از کاری که میکنم، برای اینکه نگرش مردمم، من همیشه مردم ملاک سنجشم هستن جناب احمدی، همونطور که برنامه‌های خود شما ملاک سنجشه، ببینید چقدر طرفدار داره برنامه‌های شما. منم وقتی کارم رو یوتیوب میره، وقتی میبینم اینقدر به من
کامنت های زیبا میدن، اینقدر دارن برنامه رو میبینن، خودشون میرن کلیپ درست میکنن، خودشون این کارا رو میکنن، برای همین اصلا من نیرو قدرت میده که کارم رو ادامه بدم. و بعد میفهمم نه، به قول امریکایی ها I'm in right track، روی مرز درستی دارم راه میرم و کارم رو دارم درست انجام میدم و مردم هم صدای من رو شنیدن. من برام بیشتر مردم داخل ایران مطرح هستن جناب احمدی که اون هم صدای مرا شنیدن و واقعا بازم جا داره از تلویزیون شما سپاسگزاری کنم. اگر تلویزیون شما نبود کارای من فقط از راه یوتیوب به گوش اونا نمیرسید، چون میدونید که داخل ایران اینترنت به چه شکله، خیلی یوتیوب ندارن و نمیتونن ببینن. ولی این صدای تلویزیون آریایی بود که از مایل ها فاصله و مسافت به گوش مردم رسید در ایران. بازم سپاسگزارم از تلویزیونتون واقعا یعنی به نظر من باید این تلویزیون خیلی خیلی حمایت بشه. من همیشه به دوستام هم میگم که دونیشن میخواین، دونیشن به تلویزیون آریایی بدین، چون این تلویزیونی است که با قلب مردم عجینه، برای مردم ایران داره کار میکنه. و تلویزیون های دیگه هستن ولی متاسفم صدای مردم ایران نیستن. اونجا بیشتر ببینید درگیری به وجود میارن، بیشتر میان تر با طرح و نقشه کار میکنن، ولی تلویزیون شما بسیار پیور و شفاف، بسیار مردمی، همین کلمه رو میتونم بگم، تلویزیون آریایی تلویزیون مردمی هست، تلویزیونی که با قلب مردم سخن میگه، با قلب مردم شما راهنمود میدین، از درد مردم صحبت میکنید و روشنگری هایی که میکنید، شفاف سازی که میکنید، میدونید چقدر ارزش داره یه چنین صدایی و تصویری به خانه مردم ایران و تک تک ایرانی ها بره، خیلی ارزش داره. به نظر من باید تلویزیون شما حمایت بشه، دونیشن ها باید بیش از حد بشه، افرادی که بیان اصلا اسپانسر کنن یه مقدار خرج و مخارج تلویزیون رو بدن، چرا که نه. ما الان در یک پیچ تاریخی بسیار بسیار بد و بنبستی گیر کردیم، باید شما رو بتونن در واقع حمایت بکنن که صدای مردم ایران هستی. این روزنه امید تلویزیون آریایی. به هر حال از طریق، چون من میبینم مخاطبینی که برنامه های بسیار کارهای شما رو گوش میکنن، دارم میبینم که شما سیر صعودی طی کردید نه نزولی، یعنی جواب داده کاراتون، اثر گذاشتی تو جامعه. نه واقعیته، اثر گذاشتی تو جامعه، یعنی تو یه بخشی، درسته بخش وسیعی هنوز نیست، خب طبیعتا شما نه بنگاه تبلیغاتی دارید، نه حمایت مالی دارید، نه کمپانی پشت سر شما هست، نه به شما کنسرتی دادن، چون یه هنرمند چجوری باید مطرح بشه؟ به هنرمند باید کنسرت براش بذارن، باید از این تلویزیون به اون تلویزیون بره، تو مهمونی ها بره، شما به این شکل سر زبون میوتید و یه شما فقط بخواید تو یه محدوده کار بکنید، تو همون محدوده میمونید. ولی به دلیل اینکه مردم هم الان به یک فازی رسیدن که به دنبال انسان های میهن پرست میگردن، واقعا مردم هم خیلی آگاه شدن، مردم 8-6 سال پیش نیستن، خیلی آگاه شدن و دنبال انسان هایی میگردن که میهن پرست باشن و برای همینه که به سنگر ایران آریایی خیلی داره بیشتر توجه میشه، خیلی حساس شدن. حتی بعضی موقع من میبینم برای من پیامایی که بچه ها میذارن که از عزیزانی که در اینجا برنامه اجرا میکنن، میان در گوشه من مثلا یه انتقاداتی میگن، با اینکه من برنامه رو نمیبینم، مثلا آقای فلان اینطوری شد، خانم فلان مثلا این چرا اینجوری گفت، چرا اونطوری گفت، یا از خود من انتقاداتی که میشه، چرا اونجا اینطوری بودین، آقای احمدی شما چرا اون دفعه مثلا فرض بفرمایید لباس مشکی پوشیده بودید، میدونید ما زیر ذره بین رفتیم و این نشون میده که خب این حساسیت ما، این حساسیت رو در جامعه به وجود آوردیم و من روی کارهای شما میبینم که مردم چرا کار شما فوق العاده حساسیت به وجود آوردن و قشنگ داره جلو میرید. و چون یکی از دلایلی هم که نشون میده کارهای شما اثر گذاشته روی یک بخشی از جامعه، این انتقادات ناجوان مردانه ای که توسط عده‌ای به شما میشه متاسفانه دیگه شلاق این، خب میگم یه جورایی دردشون میاد. اولا خب یه سری که خب متاسفم میگم حسادت میکنن، مثلا یه دست همین پادشاهی خواه هستن، حسودن،
من کارم که پست میشه نمیاد لایک بزنه، نمیاد کامنت بگذاره. من میگم پس شما چه پادشاهی خواهی هستین؟ این شعر و این ترانه اینا اومده برای پادشاه، شما اصلا هیچ گونه عکس العملی از خودتون نشون نمیدین. ولی خب دیگه هست دیگه، ما باید از همین مرزا و صدا و اینا عبور کنیم جناب احمدی. بله متاسفانه الان ما هممون در یه شرایطی قرار گرفتیم که اگه بخوایم بیایم دلنازوکم بشیم به این موضوع که چرا فلانی اینطوری گفت، چرا این به من گوش نداد، چرا مثلا این کار منو حتی من یادم میاد یه موقع با دوستان که گفتگو میکردیم، فقط 3-4 نفر بودیم در یک مکانی مثل همین کلاب هاوس فرض بفرمه، قبلا به اسم پالتاک بود، میشستیم گفتگو میکردیم، فقط 3-4 نفر طبق معمول میکروفون میگرفتیم صحبت میکردیم، بقیه مثلا 100 نفر 150 نفر فقط نشسته بودن که اگه یه تیک میزدن. بعد من بعضی موقع بهشون میگفتم بابا این میکروفون رو بگیرین، اگه شده حتی فوش بدیم، ولی بگین یه چیزی بگین، ما حالا بدیم پشت این آیده یه آدم نشسته. در حال حکایت این عزیزان مشروطه خواه یا مشروطه نماها هستش که آقا شما که ادعا میکنید مشروطه خواه هستی، خب من که اومدم برای شما، نه صرفا برای شما، من اومدم یه کاری رو ارائه دادم در اون خط فکری شما. بله در خط فکری شما هستم، کاری ارائه میدم، عکسای دارم، خب زحمت کشیدم برای این کار، همینطوری از یه دقیقه اینو نیومدم. حتی شما بیان انتقاد به صرفی که انتقاد بکنید، چون انتقاد سازندم خوبه که کاش که اینجا اینطوری بود یا این عکس اینطوری بود، شما اصلا هیچ عکس رو من نشون نمیدید، بعد چطوری میشینه جلو دوربینا با ادای انسان‌های مشروطه خواه رو میگیرید؟ نه حسادت کم بوده و همین متاسفانه ضربات سنگینی هم امروز به اصطلاح به این مبارزه و مبارزه زده. حالا من از شما خواستم یه سوال دیگه بپرسم و سعی میکنم که دیگه مصاحبه کنم. از کنم حضورتون، به نظر خود شما که اتفاقا بحثم به اینجا کشیده شد، بهترین حمایت از یک هنرمند به چه شکله؟ بله، بهترین حمایت همین هست که کارهایی که انجام میشه، مثلا خب کامنت بذارن، لایک بزنن، یا اگر بتونن، حالا من خودم نه، ولی اونایی که داخل ایران هستن حمایت مالی بکنن ازشون که بتونن کاراشون رو درست بکنن، تکمیل کنن و بیرون بدن، یا همین که داخل تو سر یه هنرمند نزنن، یا مثلا تخته نکنن، یا حرفای خنک و سرد نزنن. این خودش باعث میشه که اون هنرمند تشویق بشه و کارش رو نه تنها ادامه بده، خیلی بهتر و بهتر کارش رو انجام بده. فقط همین، در واقع جامعه اون رو بشناسه، شناسایی کنه به عنوان کسی که داره کار میکنه و در راه مردم و آزادی مردم داره قدم برمیداره و میخواد اون کشورش رو رها کنه، اون مردم باز کرامت انسانی گذشته رو به دست بیارن، اون آبروی رفته از کشور من برگرده دو مرتبه به اون میهن، تمام اینها سپهر و افق آسمان ایران دو مرتبه ببینه، اون شکوه و جلالی که در زمان شاهنشاه آریامهر پادشاه ما داشته که بی نظیر بوده، و همون هم خودش باعث حسادت اون اطرافیان و همسایگان و کشورها و جشنهای 2500 ساله‌ای که من شنیدم چقدر با شکوه بوده که یه سری از عمرا و رهبرای دنیا در اون شرکت نمی کنن از حسادت. بله، این هست که ببینید این رشته سر دراز داره جناب احمدی، یعنی حالا تنها از کارای من حسادت نه اینها، ولی کلن یه مسئله تاریخی هم هست دیگه، وجود داره که همون کشور ما رو به زمین زد دیگه. ببینید حسادت. بله، اساسا این حسادت باعث جنگ ها در جهان شد، باعث کشتار میلیون انسان در جهان شد. بانو رضوانی گرامی، چون شما تو محل کارتون هستید، بازم ممنونم از لطف و محبت. خواهش میکنم، ممنون از دعوتتون، ممنون از اینکه من در کنار رضا احمدی نشستن افتخار واقعا. نه تمنون میکنم، به خدا جدی میگم اینو، اصلا بدون تعارف میگم، خیلی برنامه های شما رو میدونم، همیشه که نگاه میکنم که ایچی، همیشه میدونم همه مردم اونایی که در داخل ایران من باش در ارتباط هستم، برنامه های شما رو محالی که از دست بدن، خوش میکنم، میشنم من با علاقه. زنده باش. به هر حال همه ما داریم بر
برای مردم کار میکنیم، داریم حرف مردم رو میزنیم، زبان مردم هستیم اینا. میخواستم ازتون خواهش بکنم به عنوان پیام، از این جمله بدم میاد بگم پیام آخرین، ولی فعلا در این گفتگو پیام پایانی با شما، که چه پیامی دارید برای مردم، برای من برای مردم عزیزم، جامعه ایرانی، مردم صبور، نجیب، مردمی که دلاورن، دلیرن، شیرن، شجاعن، از بانوان گرفته تا مردان، از جوانان ما، بچه ها، همه به نظر من اینها قدرتی دارن که جناب احمدی از خاکستر خودشون بیرون میان و ایران بار اول نیست دچار مخاطره شده. دیدیم همیشه مردم به یه شکلی از این گرفتاری، از این در واقع حبس بودن بیرون میان و 100% رهایی هست پشتش. من میخوام فقط امیدشون از دست ندن، نیرو داشته باشن برای حرکت، برای جنبش، برای اینکه بتونن اینها رو کنار بزنن و اینها حتما باید از بین برن، چون اصلا یعنی واقعا اون چیزی که برای ما تر ریختن و به ایران آوردن و این نابکاران رو اونجا نشوندن که حقشون هم نبود و میدونیم اینا چه پایه و شخصیت اجتماعی پایین و فرومایه‌ای داشتن که نباید به این لول و به این حد میرسیدن، صبور باشن و فقط امید رو از دست ندن و باشن، مبارزه کنن که روز آزادی به نظر من و پیروزی خیلی نزدیکه. من اینو واقعا بهش اعتقاد دارم، ایمان دارم، میدونم که چنین روزی برای مردم ایران نزدیکه و حتما حتما اینا نور بر تاریکی پیروز میشه، همونطور که شهبانو گرامی بارها و بارها در سخنانشون میگن و اینا از خاکستر خودشون بیرون میان، ایران بالاخره باز دو مرتبه ساخته میشه و فرهنگی که داغون کردن اینا دو مرتبه ساخته میشه، اون مملکتی ثروتمند که مردمش نباید اینجوری زندگی کنن، اینا همه درست میشه، بر میگرده. و به نظر من شاهزاده رضا پهلوی، رضا شاه دوم، حتما به ایران بر میگردن و اون موقع میشه که ایران ما گلستان میشه. فقط میخوام بگم امید رو نباید از دست داد، کرامت گذشته به اون خاک بر میگرده. سپاس از شما سرکار بانو نارضوانی گرامی. از شما سپاس از کارگردان گرامی برنامه جناب سیاوش و همه کارکنان شما و به خصوص شما جناب احمدی، خیلی خیلی سپاس از شما. خواهش میکنم. نه باعث افتخار من شد، خیلی ممنونم. براتون آرزو موفقیت میکنم، آرزو سلامتی، امیدوارم که در راهی که قدم گذاشتی همچنان مثل الان بسیار محکم مستحکم میکنم. کاری هست در مورد به نام نوید آزادی، برای نوید افکاری و امثال اون کسایی که سرشون بیگناه بالای دار رفت و خونشون به زمین ریخت، برای اونها نوشتم، به زودی تقدیمتون میشه. خیلی ازتون سپاسگزاریم. ایران آریایی هم همیشه از میهن پرستان، از عاشقان ایران، از مبارزین همیشه حمایت کردن. جناب وطن‌خواه همیشه واقعا ایستادن برای انسانهایی که برای وطنشون بدون هیچ چشم داشتی، بدون هیچ که به پست و مقام بخوام برسن، دنبال پول باشن، ایستادن. واقعا یه خونه ای رو برای ما، ایشون سنگری رو باز گذاشتن و میگن آقا این هست، بیایید و استفاده کنید به نفع ملتتون، به نفع کشورتون. مرسی که خانه های ما میایید. خیلی ممنونم، متشکرم. زنده باشید، موفق باشید، بازم براتون آرزوی سلامتی و پیروزی در راه این که قدم گذاشتی. تا گفتگوی دیگری که با هم خواهیم. قربون شما، بازم بدرود. جناب مهندس سیاوش گرامی، کار سرکار بانو بخاک و بخون میهن ما نشست، ز ایران ستیزان تا
بازی ترست ز کشتار با شیبه بربری ز مردم فریبی و ویرانگری به ما مذهبم داختن و از آن سو به فرهنگ ما تاختن رسیدن تا پخش ایمان کنن که ویران کنند کوروش ستم ها زدن در خانه بستن سر تا به سر مساجد گشودن در هر گذر در خانه بستن سر تا به سر مساجد گشودن در هر گذر خداوند این تازیان سپردن کشور به بیگانگان چه رخسارهایی که سوزانده شد چه گلهای که در خوابانده شد بدین سان گذشت چه نامردمی ها ز ایران گذشت دگر نگذرد چون بدین سان گذشت
سپاس از جناب مهندس سیاوش گرامی، انتخاب قشنگشون، کار زیبا از سرکار بانو اینا رضوانی بسیار عزیز که لطف موبت کردن، گفتگوی قشنگی بود، درد دل بود، خیلی ازشون ممنونم، دست این بانوی گرامی رو میبوسم از اینجا و بازم ازشون سپاسگزارم که تشریف آوردن و با اینکه در محل کارشون بودن اما با ما گفتگویی داشتن و براشون هم آرزو موفقیت میکنیم. حالا در برنامه های آینده ببینیم فرصت هایی باشه، حتما باز هم با ایشون و با سایر میهن‌پرستان گفتگو خواهیم کرد. همیهنان عزیز لطف و محبت کردن، به جناب مهندس سیاوش گرامی زنگ زدن و خیلی تشکر کردن از برنامه و بسیار بسیار به سرکار بانو رضوانی عشق دادن، تشکر کردن که ایشون تشریف آوردن، گفتگو کردن و به عبارتی بسیار همیهنان از این گفتگو استقبال کردن. خیلی ازتون هم ممنونم. اسامی عزیزانی که لطف موبت کردن من بگم، جناب جمشید عزیز ما، همرزم عزیز ما از فیلادلفیا لطف کردن $100. خیلی ازتون سپاسگزارم آقای جمشید عزیز از فیلادلفیا $100. لیدای عزیز ما هم از شیکاگو لطف کردن $30. سپاس از لیدای عزیز از شیکاگو، خیلی ازتون ممنونم. روبرت جان نثار پهلوی، همرزم عزیز ما از شیکاگو هم لطف کردن $100. دست درد نکنه آقا روبرت گل، خیلی ازت سپاسگزارم. سرکار بانو منیر و جناب خسرو عزیز ما از تورنتو $100. بی‌نهایت از هر دو عزیزان سپاسگزارم، بانو منیر و جناب خسرو عزیز و نوه دو بزرگوار سارای عزیز و کوروش عزیز که $40 مجموعاً. خیلی از سارا و کوروش هم ممنونم، سپاس از لطف و محبتتون. سرکار بانو مریم کفایی هم لطف کردن $100. سپاس از شما سرکار بانو مریم کفایی عزیز، همرزم عزیز ما، خیلی ازتون ممنونم. و همچنین سرکار بانو آذر که ایشون هم یک تشکر ویژه‌ای داشتن و بسیارم خرسند از این مصاحبه و آمدن سرکار بانو رضوانی. به حال سرکار بانو آذرم لطف موبت کردن $400 که از شما سپاسگزارم، بانو آذر گرامی $400. خیلی ازتون ممنونم و سایر خانم آقایون. یه چیزی حدود 7-8 دقیقه جناب مهندس به من وقت دادن که من با شما در این 7-8 دقیقه یه گفتگویی داشته باشم که البته آدینه میام و موضوع رو براتون باز میکنم. آها، تا یادم هم نرفته از بچه های عزیز در کلاب هاوس هم تشکر میکنم، بابک عزیز و همرزم عزیزمون که حالا اسم این همرزم بسیار عزیزمون من واقعا فراموش کردم، یک دوست بسیار عزیزی که همکار آقا بابک هستن و خیلی 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 میهن پرست و یک مرد بسیار شریف، جوان بسیار شریف و میهن پرستی که این اتاقی هست در کلاب هاوس به نام ارتش شاهنشاهی که بچه های میهن‌پرست واقعا برید و حمایت بکنید. من بابک رو خیلی سال میشناسم، از همرزمان قدیم در پلتاک همیشه سینه سپر کرد، همیشه ایستاد، همیشه حمایت کرد از پادشاهان ایرانساز پهلوی، انسان بسیار شریف و ایستاده از بچه های از سربازای پادشاهی، واقعا خیلی خیلی هم کارش قشنگه و سایر دوستانی که اونجا هستن، حالا فرصت هم باشه بابک جان به زودی بیام با بچه ها مثل چند وقت پیش گپ و گفتگویی داشته باشیم. به هر حال ازتون سپاسگزارم و سایر دوستانی که از طرق مختلف تلگرام اینستاگرام پخش میکنید. فردا پنجشنبه در اینستاگرام من یه گفتگویی دارم با خدمت شما عزیزان هستم، شنبه باز با یکی دیگه از بچه ها به امید خدا یه گفتگویی دارم. به هر حال فرصتی که باشه چون آلمان 4 روز تعطیله، عید پاکشونه، با تخم و هم بزن تو سر کلام دیگه، روزهای آدینه شنبه و یک شنبه و دو شنبه 4 روز تعطیل، فرصتی بود که منم بیام خدمت. اما خیلی کوتاه و مختصر یک موضوعی رو من خدمت شما عزیزان عرض کنم. طبق معمول بچه های ما همه جا هستن، صداها رو ضبط میکنن و اخبار رو برای من میفرستن. یک همرزم بسیار عزیز و قدیمی به من خبر داد که جناب آقای لگنفروش و دوز با جناب آقای ناجوانمردی، ببخشید گفتم آقای به حرمت برنامه امشب، ولی شما میدونید من از این ناپریزی ها نمی کنم، اینا نشستن و
اجازه بفرمایید اصلا کل قضیه رو برای شما بگم. ببینید همینان عزیز، فرقه تبهکاران به انتهای کامل رسیده. این جریان افغان بازی و آی اومدن به دختر ایرانی تجاوز کردن، آی کشتن، آی پسره رو آخونده رو کشت، آی با این چاقو زدن، تمامش بازی های جمهوری اسلامیه. جمهوری اشغالگر اسلامی یعنی طالبان، طالبان یعنی جمهوری اشغالگر اسلامی، بن لادن یعنی علی شیره‌ای، علی شیره‌ای یعنی حسن نصرالله، یاسر عرفات گور به گور شده یعنی خمینی گور به گور شده، خمینی گور به گور شده یعنی مثلا فرض بفهم فلان جنایتکار گور به گور شده یعنی هیتلر. اینا همه دستشون توی یک کاسه است. بچه های افغان و بچه های ایران که هنوز دوچار این سرگیجه های مسموم نشدید، حواستون رو جفت و جور کنید. افغانستان یعنی ایران، ایران یعنی افغانستان. در این چند روز هم میاد برای من پیام میذاری جوابتون رو نمیدم، چون من میدونم شما یا واقعا بلایی که جمهوری اسلامی سرتون آورده شعورتون ازتون گرفته، یا مأمورید. آدم نرمال اینطوری فکر نمیکنه. یک جوان افغان عزیزم یک پیامی فرستاده که من حالا آدینه براتون پخش میکنم، چقدر قشنگ درست تمیز صحبت کرده. آفرین به این جوان، باریکلا. انسانی که شعور داشته باشه، ملیت مهم نیست، شعور باید بالا باشه. به هر حال همه میدونن کارشان تمام است، خود آخوندا میدونن کارشون تمومه، لجنجلس میدونه کار تمومه. ضمن اینکه میدونن کارشان تمام است، همه میدونن که فقط یک امید هست برای نجات ایران به علاوه خاورمیانه به علاوه جهان، مساویس با صلح، یعنی بازگشت صلح، امنیت، رفاه، آسایش، بازگشت به کرامت انسانی. یک راه داره، ایران ساکت بشه، ایران اسلامی، متاسفم که نام عزیز کشور رو میارم، جمهوری اشغالگر اسلامی مولد کرونا و میکروب و ویروس و ترور و تروریست و قاچاق و اینها فقط مخربن که به دستور چپ جهان اومدن برای تخریب جهان. همینو، این کل انشا و دیکته جمهوری اشغالگر اسلامیه. این فرقه تبهکار فقط اومده برای نابود کردن تمدن بشریه. اوکی؟ برای بازگشت به تمدن بشریت فقط یک راه باقی مونده، بازگشت به پیش از شروع 57. یعنی چه؟ یعنی بازگشت ایران به دولت شاهنشاهی. اینو لگن فروش دوز میدونه، اینو تجزیه طلبا میدونن، اینو حسن صدق خور میدونه، اینو اسماعیل همون چند تا نقطه میدونه، اینو محسن یادگارا میدونه، اینو علی ساربون میدونه، اینو علی منقلی میدونه، اینو خدا میدونه، پیغمبر میدونه، امام زمان میدونه، اینو همه میدونن. اون کسی که نمیدونه نفهم به دنیا اومده و 100% نفهم هم از دنیا میره. بازگشت جهان به امنیت، آسایش، رفاه، صلح، یعنی بازگشت پهلویسم به ایران. نگفتم پهلوی، راجب یک شخص صحبت نمی کنم. برگشت پهلویسم به ایران یعنی برگشت تمدن به ایران. این کل قضیه است، کل داستانه. طبیعی است که دشمنان تفکر پهلویسم بیکار نمیشینن. یکی از دشمنان پهلویسم طویله است به نام طویله لگن فروش دوز. رو حرفم میمونم، اونجا وزارت اطلاعات جمهوری اشغالگر اسلامی، شعبه وزارت اطلاعات جمهوری اشغالگر اسلامی در خارج از کشوره. شک و تردید به این داستان نکنید، من محال حرف مفصل دهنم بیرون بیاد. اوکی؟ و یک عده‌ای هم اونجا جمع شدن برای زدن پهلویسم به انواع و اقسام اسامی گوناگون. من این زمینه رو بهتون دادم که بدونیم که برنامه آدینه ما چیست. اینا میخوان به این نتیجه رسیدن که ما توی مخمصه ای افتادیم، نمیتونیم از تور سلطنت پهلوی بیرون بیایم. مشروطه خواها همه چیه ما رو لو دادن، بنابراین تنها کاری که مونده شاهزاده، به قول خودشون شاهزاده رضا پهلوی، آقای رضا پهلوی رو بکشیم تو بازی، از ایشون نوشته بگیریم که آقا شما مثل همه بگید من دنبال پست و مقام نیستم. اونی که خیال میکنید ما ایم، اون خودتونی. اعلیحضرت پیرترین، با
با تجربه ترین سیاست مدار کنونی رو کره زمینه. اگر این سیاست مداری رو به من نشون دادی که 4 دهه در مرکز در سقل سیاست جهان باشه بدون که یک امتیاز ازش کم بشه، اگر یک تیمی رو به من نشون دادی که 40 سال در صدر جدول بود، من دست از تمام ادعای سیاسی برمیدارم. پس شما کوچکتر از اونی که بخواید، بذارید راحت بهتون بگم، کاری باهتون میکنیم که کف کفش اعلی حضرت رو بلیسید. دیدید تا کجا راه آورده میتون؟ حالا بقیه رو میاریمتون. اگه من ساربونم میدونم شما رو کجا بخوابونم، ولی من علی ساربون نیستم، من رضا احمدی هستم، سرباز میهن. آقای جمشید از فیلادلفیا $100، سپاس از شما. لیدا از شیکاگو $30، سپاس از شما. روبرت جان نثار پهلوی از شیکاگو $100، سپاس از شما. بانو منیر آقا خسروی گل تورنتو $100، سپاس از شما. سارا و کوروش نوه دو بزرگوار $40، خیلی ازتون ممنونم. بانو مریم کفایی $100، سپاس از شما. بانو آذر $400، سپاس از شما. سرکار بانو پروین بیگلری هم $50 لطف محبت کردن. سرکار بانو پروین بیگلری عزیز همراز عزیز ما هم $50، از شما هم سپاس گذاریم. شاد و پیروز باشید. تا آدینه با یک جهان سپاس از زحمات جناب مهندس سیاوش گرامی و بازم با سپاس از هنرمند عزیزمون سرکار بانو مینا رضوانی عزیز که تشریف آوردن و که گفتگوی خیلی قشنگی داشتیم که باعث افتخار من بود و امیدوارم که در راهیم که قدم گذاشتن شاد و موفق و پیروز باشم. پاینده باد ایران، تا ابد جاوید شاد، زنده و جاوید باد سلطنت پهلوی. پاینده ایران، جاوید شاد. فرکیان ملکشان من خاکمو میخوام، من شاهمو میخوام، ایرانمو میخوام، فرهنگمو تاریخمو شاهنامه‌مو میخوام. در سرزمین شان تنها نور خدا بود، ایران زمینم آباد با نام و با نشان بود. در سرزمین شان دلا پر از صفا بود، خنده به روی لبها شادی سرود ما بود. من شاهمو میخوام، شهبانو میخوام، آن شهریار پاک و در تبعیدمو میخوام. من شاهمو میخوام، شهبانو میخوام، آن شهریار پاک و در تبعیدمو میخوام.
نشان زهاک ظالمان با صد فریب و نیرنگ با ننگ و کین آمد در سرزمینشان پاکی بود و وفا بود دلهای مردمانش با شادی آشنا بود در سرزمینشان کوروش نشان ما بود ایران زمین ما آزاد با نام آریا بود من شاهم و میخوام ایرانم و میخوام آرامش و آسایش اون خونه رو میخوام من شاهم و میخوام ایرانم و میخوام آن گوهر یک دونم و شاهزادم و میخوام من شاهم و میخوام ایرانم و میخوام آن گوهر یک دونم و شاهزادم و میخوام من شاهم استیرم ایرانم استیرم وطنم استیرم من شاهم استیرم ایرانم استیرم وطنم استیرم